برای بحث بیشتر در مورد گزینش جنرال ماتیس به عنوان وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا و تاثیرات گزینش آقای ماتیس در بحث جنگ هایی که ایالات متحده آمریکا در جهان مدیریت میکنه، اون هم در خاورمیانه و این طرف هم افغانستان، مهمانانی را داریم. علی صدزاده تحلیلگر روابط جهانی را از آلمان با خود داریم و در استودیو هم دکتر فردین هاشمی استاد دانشگاه کابل را با خود داریم و روی این مسئله صحبت میکنیم. سلام به شما آقای صدزاده، بند بحث با شما آغاز بکنیم. گزینش آقای ماتیس با توجه به دیدگاه منتقدانه که در برابر ایران داشته در مدت زمان ماموریتش که در گذشته بوده و حالا هم که بازنشسته است و در مورد قضایا در خاورمیانه، چقدر میتواند تحول را در بحث مدیریت جنگ و نتایج جنگ در قبال داشته باشه؟ که چقدر میتونه مدیریت بکنه حوادث آینده رو پیش بینیش سخت هست، ولی اینکه آقای ماتیس داره میشه وزیر دفاع آمریکا خبر بسیار بدی هست برای ایران، چون آقای ماتیس اصلا به خاطر اختلاف نظری که با آقای اوباما داشت از فرماندهی به اصطلاح مرکز فرماندهی کل آمریکا که در حقیقت خاورمیانه و شمال آفریقا رو داشت استعفا داد، یا اینکه آقای اوباما حاضر نشد به همکاری باش و به بازنشستگی فرستادش و حالا به عنوان جنرال بازنشسته برمیگرده. و سخنهایی که ایشون در مورد ایران گفته بسیار بسیار سخنهای شدیدی هست. مثلا در آوریل ماه گذشته در یک سخنرانی بسیار پرسرصدای اعلام کرد که ایران در منطقه از داعش خطرناکتره و اعلام کرده که داعش یک پدیده است گذرا، ولی ایران از داعش استفاده میکنه برای توسعه نفوذش. و یکی از مخالفین سرسخت برنامه به اصطلاح قرارداد برنامه اتمی ایران بوده، مخالف اون چیزی که ایرانیا بهش برجام میگن بوده، و یکی این به اصطلاح قراردادی که بین ایران و جامعه بین الملل انجام گرفته قرارداد بسیار بدی است و خواهان مبارزه بسیار شدید با ایران. ولی اینکه این مبارزه رو چگونه انجام میده نمیدونیم، ولی آدمی هست که به هر حال خودش رو مردی میدونه که در جنگ ها میتونه به اصطلاح خودش رو واقعیت ببخشه و احتمال داره که حضورش در افغانستان هم تاثیر بیشتری داشته باشه، در عراق و سوریه، سوریه رو نمیدونیم ولی در عراق، ولی همونطوری گفتم از همه مهرستر در مورد ایران خواهد بود، چون همونطوری گفتم در اثر اختلاف نظر بر سر ایران از آقای اوباما جدا شد. آقای صدزاده، بحث بسیار مهم استقلال عمل افراد و اشخاصی که به عنوان مدیران ارشد در آمریکا گزینش میشن هست، از آقای ترامپ شروع تا وزرای کابینش. حالا آقای ماتیس چقدر استقلال عمل در قسمت اعمال اون اندیش هایی که در جریان که ماموریت نداشته داره بعد از اعمال کرده بتونه، مثلا برجام را مخالفش هست و موارد ایران را میگه که تهدید بسیار جدی و بالقوا در خاورمیانه است و چیزی که شما هم گفتین است تا داعش خطرناکتر میدانه، یعنی اگر استقلال عمل داشته باشه میتونه که در کنار آقای ترامپ استاد شوه و مخالف عملی شدن این برجام شوه؟ مخالفت با برجام مشکل برای آمریکا. آمریکا تا به اصطلاح شواهدی که وجود داره آمریکا برجام رو کنار نخواهد گذاشت، چون برجام یک قراردادی است که ایران با آمریکا به تنهایی به امضا نرسونده، بلکه با 5 کشور دیگر مهم جهان به امضا رسونده، از جمله چین و شوروی و فرانسه و آلمان و انگلستان و قسلهازا به نام برین. اون این کشورها مخالف هستند که برجام به هم بخوره، حتی متحدین اروپایی آمریکا مخالف هستند که برجام به هم بخوره، صرف نظر از چین و روسیه. بنابراین برجام به عنوان قرارداد از بین نمیره. اون چیزی که تغییر میکنه اعمال به اصطلاح تحریم های جدید علیه ایران. الان نگاه کنید، دیشروز سنای آمریکا تقریبا بدون رأی مخالف، با تقریبا فقط یک رأی مخالف بود، با یک رأی مخالف یعنی با رأی اکثریت قریب به اتفاق علیه ایران، تمدید تحریم ها رو 10 سال برای 10 سال دیگه تصویب کرد و ظاهرا آقای اوباما هم میخواد این رو امضا کنه. سپاسگزارم آقای صدزاده، به شما برمیگردیم. آقای هاشمی، بحث دنبال کنیم بیشتر با شما در مورد این که آقای ماتیس چقدر میتونه تاثیرگذاری در بحث جنگ‌های افغانستان داشته باشه با توجه به تجربه ماموریتی که در افغانستان داشته و در بحث مبارزه با تروریسم و پاکستان این موارد.
و سیاست خارجی ایالات متحده را میشه از گزینش آقای متیس به عنوان وزیر جنگ آمریکا میشه بررسی کرد؟ به نام خدا، با سلام به شما آقای سرزاده و بینندگان محترم. من تصورم برای اینست که زمانی که از آقای ترامپ و تیمی که انتخاب میکنم برای سیاست خارجی و پیشبرد اهداف سیاست خارجیشون صحبت میکنیم، تمرکز عمده به عقیده در آینده بیشتر بر سر مسائل شرق میانه خواهد بود، خصوصا مسائل مثل سوریه، عراق تا حدودی و سیاستی که در قبال ایران پیش میگیره ایالات متحده آمریکا بیشتر متأثر و حول مرکز خواهد چرخید. ولی در خصوص جنوب آسیا نگاهی که به پاکستان و افغانستان خواهد داشت، من یک جای دیگه هم گفتم وقتی که سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا رو بحث میکنیم در خصوص افغانستان، بیشتر متأثر از در واقع نواحی است که در اطراف افغانستان واقع شده است. مسائل آسیای مرکزی در آینده به نظر من اهمیت خواهد داشت، به متناسب روی افغانستان تاثیر خواهد بود در سیاست خارجی آمریکا. از اون مهمتر مسائل شرق میانه خواهد بود. نگاهی که ایالات متحده آمریکا به ایران داره در دوره آقای ترامپ تاثیر میگذاره بر سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در قبال افغانستان. و ولی تصور نمیکنم در خصوص افغانستان و پاکستان تحول شگرفی ما انتظار داشته باشیم، ولی تمام مسائل به عقیده متناسب است. خود تحولاتی که در سطح منطقه داره، آسیای مرکزی، شرق میانه تا حدود جنوب آسیا، و از اون مهمتر در سطح نظام بین الملل، رقابتی که ما بین ایالات متحده آمریکا و روسیه امروز پررنگ‌تر شده و میشه گفت که ایالات متحده آمریکا در مسئله سوریه تا حدودی باخته است در قبال روسیه، و میشه گفت که تنش‌ها رو به تناسب از اون میشه در شرق میانه بیشتر انتظار داشت. سپاسگزارم از شما. تا لحظات دیگر برمیگردیم، بحث را دنبال میکنیم. با آقای هاشمی. حالا آقای متیس به عنوان وزیر دفاع اگر گزینش میشه و وارد کارزار این مبارزات بسیار شدید و نفسگیری که در برابر تروریسم اعلان کرده میشه، با چه روی کردی وارد خواهد شد با توجه به وخامت اوضاع که افغانستان داره و اون طرف هم کشورهای خاورمیانه مخصوصا عراق و سوریه داره، چگونه عمل خواهد کرد؟ یعنی از وضعیتی که اکنون ادامه داره است و در سیاست خارجی ایالات متحده جایگزین شده، همین برنامه تغییرات به کلی خواهد آمد یا دنبال خواهد کرد؟ خب تروریسم بخشی از عنصری است که به سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا شکل میده، مبارزه با تروریسم و گروه‌های افراطی که وجود دارند. اما به حیث یک کسی که شاگرد رشته روابط بین‌الملل است، به تصورم بر این است که عنصر اصلی همچنان دولت استیت است که در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند در سطح نظام بین‌الملل و به حیث بازیگران اصلی تاثیرگذار هستند در سیاست بین‌الملل و نظام بین‌الملل. من باورم بر اینست که بیشتر سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در دوره آقای ترامپ متأثر از جایگاه روسیه در سطح نظام بین الملل خواهد بود و جایگاهی که کشور برای خود داره تعریف میکنه و تنش‌ها و تعارضاتی که ما بین دو کشور شکل میگیره در حوزه‌های مختلف، در مناطق مختلف، و به اون تناسب میشه گفت که سایر گروه‌ها یا رشد می‌کنند یا کشورها درگیر جنگ‌ها خواهند شد. من باورم بر اینست که مهمترین منطقه‌ای که در دوره آقای ترامپ تاثیرگذار خواهد بود بر رفتار سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا، مسئله شرق میانه خواهد بود و موضوعاتی که در این حوزه هست. شاید میشه گفت با مسائلی که در سوریه حالا پیش آمده و ای که بشار اسد تانسته قدرتش رو تثبیت کنه، روس‌ها تانستن به حیث پیروز جنگ خودشان مطرح بسازن از لحاظ نظامی، ایرانی‌ها تا حدود زیادی نقش بیشتری در این منطقه خصوصاً عراق و سوریه دارن دفاع میکنن، مجموع از اینا نشان میده که در دوره آقای اوباما سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در حوزه شرق میانه دچار تنش‌های زیادی شده است، دچار ضعف‌های زیادی بوده است. بنابراین نیاز به یک چهره میشه گفت هجومی تر است در حوزه سیاست خارجی از طرف ایالات متحده آمریکا، و طبیعتاً دوره پیشرو باید دوره تنش‌های بیشتر در ابتدا در نظر بگیریم در سطح نظام بین‌الملل، و طبیعتاً در چنین شرایطی گروه‌های تروریستی هم میتونن رشد کنن، چون هر کجا که شما یک فیل استیت ایجاد می‌کنید یا دولت در واقع می‌خواد مرکزیت قدرت مرکزی از بین بره در اون کشور مثل سوریه یا عراق، به دنبال از اون گروه‌های تروریستی رشد می‌کنن، و طبیعتاً میشه گفت که در چنین شرایطی
ما تنش‌های بیشتری در سطح نظام بین‌الملل خواهیم داشت. سپاسگزارم. آقای صدزاده، حالا بحث تنش‌ها در دوره آقای بومر، آقای هاشمی مطرح کردن اینجا که دوره بوده که روابط ایالات متحده با فراز و نشیب های بسیار جدی مواجه میشه در بحث کشورهای خاورمیانه، کشورهای این طرف جنوب آسیا و در مجموع کشورهای که ایران هست، مخصوصا در بحث عراق اینجا ها. حالا دیدگاه شما چی است بعد از این، با توجه به موضوعگیری هایی که جمهوری خان روی موارد مختلف در این طرف داشتن، چگونه خواهد بود؟ این تنش ها جدی تر خواهند بود یا اینکه به شکلی مدیریت خواهند شد؟ والا تنش ها به عقیده من جدیتر خواهد بود با اینکه من فکر میکنم در ایران کسانی بودند در منطقه و هستند که تصور میکردند که ریاست جمهوری آقای ترامپ برای ایران بهتر است تا ریاست جمهوری خانم کلینتون، به خصوص جناح تندرو در ایران آقای خامنه ای و دیگران ظاهرا تصور میکردند که با جمهوری خواهان راحت در کنار میان، به خصوص که آقای ترامپ هم در جریان انتخاباتش، مبارزه انتخاباتیش اعلام کرده بود که ما چرا با روسیه همکاری نکنیم و چرا با روسیه و همدیگه علیه داعش نجنگیم و این به مزاق ایران خیلی خوش آمد. ولی غافل از این که در کنار این نزدیکی احتمالیه، اونم احتمالی نمیدونیم 100% ترامپ و روسیه، اونم در بعضی از موارد، مثلا فرض کنید در مورد سوریه، ولی ترامپ در مورد مسائل دیگه مواضع خیلی سخت علیه جمهوری اسلامی داره. بنابراین اگر هم با روسیه در مورد سوریه کنار بیان و با همدیگه حتی علیه داعش مبارزه بکنن، ولی اجازه نخواهند داد، یعنی نمیخواد اجازه بده که ایران از پیروزی بر داعش در سوریه برای خودش به اصطلاح یک ارجحیتی پیدا کنه، یک قدمی پیش بگذاره و با روسیه احتمالاً سعی خواهند کرد که در سوریه آینده ایران قوی تر از اکنون نشه و این چندون هم مخالف خواستهای روسها نیست. بنابراین ایران فکر میکنم کسانی که در ایران خوشحال بودن از انتخابات ترامپ و باختن خانم کلینتون زود خوشحال شدن، به خصوص که وقتی که ما تیم آقای ترامپ رو نگاه میکنیم، یک تیمی است که در بعضی از مسائل فقط به مسائل خود آمریکا نگاه داره، به مسائل اقتصادی آمریکا نگاه داره. اون چیزی هم که به مسائل جهانی نگاه داره فقط از این به صورت موضعی علیه ایران و مبارزه علیه داعش و قصه‌الهازه. و در مورد فرض کنید همکاری با اروپا، هنوز اروپایی ها نگران هستند که رابطه ترامپ فرض کنید با ناتو چه خواهد شد. اینه که همونطور که خیلی از حرفهایی که آقای ترامپ در جریان مبارزه انتخاباتی زد بعد یه مقدارش رو پس از اینکه انتخاب شد پس گرفت، من فکر می‌کنم چند مدتی هم باید صبر بکنیم که بتونیم به اصطلاح چارچوب دقیقی از سیاست آیندهش داشته باشیم، ولی فکر می‌کنم در جمع چندان به نفع ایران نخواهد. آقای صدزاده، حالا موجی از نگرانی‌ها از اروپا تا اینجا ایران در برابر سیاست خارجی آقای ترامپ وجود داره و اون طرف روسیه هم هنوز معلوم نیست که چی میکنه و هنوز نمیدونه که ایالات متحده با چی برنامه‌ای پیش خواهند رفت. به هر حال حداقل روی یک مورد مشخص، حالا بیاین از بس ایران بیایم به طرف پاکستان که یک مقدار روشن‌تر میشه. صحبتی که نواز شریف با آقای ترامپ داشته، آقای ترامپ میگه که پاکستان یک کشور فوق‌العاده است، با توجه به اینکه آقای متیس حالا به عنوان وزیر دفاع انتخاب میشه و این کسی است که مخالف تروریستان هست و هراس افغانی است و با جدیترین و قاطع‌ترین بحثا دنبال کرده این موضوعات. این دیدگاه متناقض در داخل در ایالات متحده آمریکا، موقف ایالات متحده را در برابر پاکستان با توجه به این اظهار نظرهایی که صورت گرفته از دست آقای ترامپ چگونه تعریف خواهد کرد؟ تفاوت خواهد داشت با آقای باراک اوباما، چون اگر یادتون باشه اوباما قبل از اینکه انتخاب بشه گفت ما مسئله‌ای به نام افغانستان به تنهایی نداریم، ما یه مشکلی داریم به نام افپاک، یعنی افغانستان و پاکستان با هم دیگه، و سعی میکرد تا چه حد موفق شده نمیدونم، ولی سعی میکرد که این دو مسئله رو در کنار هم ببینه. اگر هم حمله میکرد حتی به مواضع به اصطلاح تندروهای طالبان هم در پاکستان هم حمله میکرد، اون موقعی هم که رفت رئیس القاعده رو در بن لادن رو در پاکستان کشت، به پاکستان اصلا اطلاع نداد، همطور که یاد دارید حتی ناراحتی پاکستانی ها رو به وجود آورد. یعنی اعتماد آقای اوباما به پاکستان به اندازه اعتماد
افرادی که ظاهرا دوره آقای ترامپ هستن به پاکستان نیست. بنابراین من فکر میکنم که باز در مورد زمان ترامپ برمیگردیم به قبل از آقای اوباما، یعنی باز سیاست‌های متفاوتی خواهد داشت آمریکا در قبال افغانستان و در قبال پاکستان. این پاکستان رو دوگانه میبینه. آقای هاشمی، حالا همین بحث افغانستان را با ایالات متحده آمریکا و پاکستان را یک بار اینجا در داخل افغانستان شما معافل سیاسی را دنبال میکنین و دیدگاه ها در اینجا در افغانستان از چه قرار است و دیدگاه خود شما، افغانستان تا اکنون با آقای ترامپ تماس ندارد و تا اکنون معلوم نیست که چه تعریفی از افغانستان آقای ترامپ دارد، با توجه به این صحبتی که اخیراً افشا شد و نشر شده از صحبت های آقای ترامپ و نواز شریف، میشه چگونه تعریف کرد اوضاع را؟ چیزی که آقای سجاد میگن که بله بعد از این تغییر میکنه، اون رابطه که آقای اوباما داشته با افغانستان و پاکستان کلا متفاوت خواهد بود. این تفاوت ها در چه موارد؟ خب سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا نسبت به منطقه جنوب آسیا میشه گفت که بعد از 2001 تا حدود زیادی واضح و مشخص شده، که البته تغییر از بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اتفاق افتاد. جایگاهی که هند در جنوب آسیا پیدا کرده برای سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا به عقیده واضح و مشخص است. هند کشوری است که در او سرمایه گذاری کلانی صورت گرفته، چه از لحاظ اقتصادی، سیاسی و امنیتی، و جایگاهش در آینده و دههای پیش رو هم واضح و مشخصه. به او تناسب جایگاه پاکستان و افغانستان تعریف میشه در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا. جمع یک فاکتور دیگه که او بحث تروریسم افراطگرایی است. من تصورم بر است که تحول شگرف اتفاق نخواهد افتاد در خصوص خصوصاً افغانستان و پاکستان و در خصوص تروریست در سطح منطقه، چون اگر ریشه‌ای تر نگاه کنیم به این مسائل، طبیعتاً افغانستان در سیاست خارجی آمریکا مطرح خواهد بود، نه به حیث اولویت اول یا دغدغه اول افکار عمومی در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا، ولی احتمال افزایش نیروها تا حدودی خواهد بود، ولی بی معنی نخواهد بود که دوران بوش دوباره در افغانستان تکرار میشه. در کیس پاکستان هم باورم بر است که سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا یک روند مستمر دنبال میکنه در خصوص پاکستان که آرام آرام جایگاه پاکستان به حیث اولویت اول در منطقه جنوب آسیا برای ایالات متحده آمریکا نباشه و این جایگزینی خود هند صورت میگیره. یک روند طولانی مدت است و من تصور نمیکنم افراد یا ایدئولوژی ها تاثیرگذار باشند بر تغییر سیاست خارجی آمریکا به شکل عمده در سطح منطقه جنوب آسیا. ولی این نکته باید در نظر داشته باشیم که تروریست در سطح منطقه، افرادگرایی در سطح منطقه خیلی ریشه ای تر از آن چیزی است که در ابتدا به نظر میرسه. شما هیچگاه خود ابزار نظامی یا هارد پاور نمیتونین چنین تفکراتی را از بین ببرین. چیزی که ما شاهد هستیم در سطح منطقه چنین افکاری در حال رشد هستند، نه که این افکار کنترل شوند یا این افکار در حال از بین رفتن باشند. این چیزی است که در افغانستان میشه گفت وجود داره، پاکستان مرکزش است و در سطح آسیا مرکزی هم داره رشد میکنه. خب چیزی حداقل در افغانستان سیاست خارجی چگونه باید تدوین شود که جذابیت ها خلق بکنه برای ایالات متحده که در اولویت قرار بگیره، اون اهمیت خود را از دست نده و این بحث تروریسم را هاتر از چیزی که در گذشته ها بودن نشان بده که بله به امان قوتش باقی است. ببینید بحث افغانستان صرفا حال ایالات متحده آمریکا درش دخیل نیست. شما خود روسیه هم دارین که در آسیا مرکزی والی در افغانستان هم به شکل مستقیم تر روسها با ابزارهای مختلف وارد شدن. کشورهای همسایه هستند، پاکستان و ایران تاثیرات مثبت یا منفی، خب بیشتر منفی خور دارن در افغانستان. چین هست در این بازی و من تصورم بر ایست که ایالات متحده آمریکا یک سری محدودیت ها در خصوص افغانستان داره و او جایگاه است که پاکستان خواهانش هست در سطح منطقه جنوب آسیا و همیشه سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا متاسفانه به خاطر جایی که پاکستان در سیاست خارجی آمریکا برای خودش طلب میکنه برای افغانستان جای محدودی ایجاد کرده است و ما نتونستیم به بازیگر اصلی یا متحد اصلی در سطح منطقه برای ایالات متحده آمریکا ظهور کنیم یا نقش داشته باشیم. یک بخشش من فکر میکنم محدودیت های خود ایالات متحده آمریکا در سطح منطقه جنوب آسیا است، یک بخشش به کمکاری ما یا عدم فهم صحیح ما از سیاست خارجی آمریکا. سپاسگزارم آقای سجاده. حالا کنگرس برای مجلس سنا برای آقای متس رای خواهد داد، رای اعتماد، و دوم کاری که آقای متس اگر انتخاب شد گزینه شد چی خواهد بود در قبال موضوعات خاورمیانه و افغانستان؟ من فکر میکنم رای کنگره برای آقای متس خیلی به اصطلاح قابل پیش بینی باشه، چون به هر حال اکثریت دست جمهوری خواهان هستند و متس هم مخالفتی در بین جمهوری خواهان اونجوری نداره. اونجوری که بیان میشه در سطح روزنامه های آمریکا و اروپا، ظاهرا آقای متس در
بین کسان دیگر و نیروهای دیگری هم در آمریکا، حتی نیروهای دموکرات هم یک به اصطلاح طرفدارانی داره، بخاطر اینکه نحوه صحبت کردنش و به سلازای حالت نیمه قهرمانی بهش نگاه میکنن و مقایسش میکنن با قهرمان معروف آمریکا زمان جنگ. سپاسگزارم از حضور شما آقایان علی صدزاده، تحلیلگر روابط جهانی، و دکتر فردین هاشمی، استاد دانشگاه.